نیروهای دریایی امریکا به دو سکوی نفتی ایران. در اواخر جنگ ایران و عراق در سال 1367 که به تلافی برخورد یک مین دریایی رها شده از کشتی مینگذار ایران به ناوچه آمریکایی ساموئل بی رابرتس اجرا شد. به دنبال این برخورد که منجر به ایجاد حفره در بدن این ناو آمریکایی و قرار گرفتن در آستانه غرق شدن شده بود و پس از یافتن تعداد مین دیگر در منطقه توسط غواصان آمریکایی، مقامات نظامی ایالات متحده تصمیم به انجام عملیاتی تلافی جویانه گرفتند. این عملیات بزرگترین درگیری دریایی آمریکا از زمان جنگ جهانی دوم به بعد بود. در این عملیات 56 تن از نیروهای ایرانی و 2 تن از نیروهای آمریکایی بر اثر سقوط هلیکوپتر جان باختند. پیش از هر چیز ما رو سابسکرایب کنید و دکمه زنگوله رو بزنید تا از برنامه‌های جدید ما با خبر بشید. لایک و کامنت فراموش نشه. و اما عملیات آخوندک. نیروی دریایی آمریکا در این عملیات نیروهای مشارکت کننده را به 3 گروه تقسیم کرد. گروه اول عملیات سطحی براوو شامل ناوشکن USS مریل DD-976، ناوشکن DDG-8، کشتی آبی خاکی USS ترنتون LPD-14، کشتی آبی خاکی DO-88 MAGTF. گروه دوم عملیات سطحی چارلی شامل ناو USS وینرایت CG-28، ناوچه USS باگلی FF-1069، ناوچه USS سیمپسون FFG-54، یگان ویژه نیروی دریایی ایالات متحده آمریکا. گروه سوم عملیات سطحی دلتا، ناوچه FFG-24، ناوشکن USS اوبراین DD-975، ناوشکن DDG-16. در 29 فروردین 1367 نیروهای نظامی آمریکا با چند گروه سطحی نبرد را آغاز کردند. ابتدای کار هجوم به 2 سکوی نفتی ایران بود. عملیات با 2 گروه سطحی و هماهنگی نیروی هوایی آمریکا از ناوبر هواپیمابر USS انترپرایزر در آمریکا آغاز شد. گروهی به همراه 2 ناوشکن و 1 کشتی تدارکاتی آبی خاکی به 1 سکو در میدان نفتی سلمان هجوم بود. گروه دیگر هم که 1 ناوشکن موشک‌انداز و 2 ناوچه بود به سکویی در میدان نفتی ساسان حمله کردند. تفنگداران دریایی آمریکا از شاخه واکنش سریع به سکوی نفت ساسان حمله کردند و اقدام به جمع‌آوری مدارک و کارگذاشتن مواد منفجره به منظور از کار انداختن آن نمودند. ایران با اعزام قایق‌های تندروی بوکهامار و حمله به چند هدف متفاوت، کشتی تدارکاتی با پرچم آمریکا و کشتی با پرچم پاناما در خلیج فارس به این حمله پاسخ گفت. سپس هواپیماهای آمریکا با راهنمایی ناوچه‌های آمریکایی به سوی قایق‌های تندرو رفتند. هواپیماها چند بمب خوشه‌ای راگ ای را به سمت قایق‌های تندرو پرتاب نمودند و یکی از قایق‌ها را غرق کرده و به چندی آسیب رساندند که قایق‌ها پس از خسارت دیدن برای تجدید قوا و تعمیر به سمت جزیره ابو موسا حرکت کردند. سپس قایق توپدار کلاس کمان جوشن به کارزار آمد و چند موشک هارپون را به سوی ناو آمریکایی وینرایت شلیک کرد. در پاسخ ناوچه سیمپسون 4 موشک ریم 66 استاندارد شلیک کرده و در همین میان ناو وینرایت هم با پرتاب 2 موشک استاندارد این حمله را پی گرفت. سازه اصلی کشتی جوشن ویران و این موضوع موجب غرق شدن سریع کشتی شد. ناوچه بیگلی آمریکا هم یک فروند هارپون بدان شلیک کرد که به هدف اصابت نکرد. 3 کشتی آمریکا با نزدیک شدن به جوشن با استفاده از آتشبار توپخانه غرقش کردند. 2 فروند هواپیمای F4 نیروی هوایی ایران به ناو ویمرایت نزدیک شده که با پرتاب چند فروند موشک استاندارد از منطقه خارج شدند. هنگامی که ناوچه سهند از بندر عباس حرکت کرده بود، به کشمکش با چند واحد سطحی نیروهای دریایی آمریکا رفت. هواپیماهای اینترودر که در حال گشت‌زنی برای مراقبت از ناو جوزف استراس بودند، ناو ایرانی را ردیابی کردند.
ناوچه سهند چند موشک و هواپیمای اینترودر شلیک کرد که هواپیماها با دو موشک هارپون و چهار بمب هدایت لیزری این عملیات را پاسخ دادند. بیشتر سلاح‌های شلیک شده به کشتی ایرانی اصابت کرد. شعله‌های آتش از عرشه سهند به آسمان سر کشید و رفته رفته به مخزن مهمات کشتی رسید و باعث انفجار آن و در نهایت به زیر آب رفتن کشتی شد. با وجود غرق شدن سهند یکی از پیشرفته‌ترین کشتی‌های ناوگان ایران، ایرانیان همچنان به نبرد ادامه دادند. کمی بدتر در همان روز خواهرخواندگی سهند ناوچه سبلان به کارزار آمد و با آتش چند فروند موشک زمین به هوا به هواپیماهای اینترودر به آنها حمله کرد. اینترودر با پرتاب یک بمب هدایت شونده لیزری به سبلان کشتی را به شکل کامل از کار انداخت و نمیتوانست حرکت کند که البته بعد توسط یدک‌کش‌های ایرانی به بندرعباس بازگردانده شدند. در جریان این درگیری 45 تن از خدمه ناو سهند و 11 تن قایق توپدار جوشن کشته و نیز 22 نفر از خدمه سهند به شدت مجروح شدند. با انجام عملیات واحدهای ناوگان آمریکا خسارت زیادی به نیروی دریایی ایران و تجهیزات استراق سمع نصب شده بر روی دو سکوی نفتی ایران وارد کردند. البته سبلان در 1989 یا 1367 یا 68 تعمیر شد. سکوهای نفتی هم تعمیر شده و در حال فعالیت هستند. در این عملیات دو تن از خلبانان هلیکوپتر کبرای توپدار آمریکایی نیز کشته شدند. کبرا از متعلقات ترینتون آمریکایی بود که هنگام پرواز پیرامون وین رایت در 24 کیلومتری جنوب غربی جزیره ابوموسا کمی پس از تاریکی سقوط کرد. اجساد دو خلبان را غواصان نیروی دریایی آمریکا در اردیبهشت یا خرداد پیدا کردند. بدنه بالگرد یا هلیکوپتر را کمی بدتر در همان زمان از آب بیرون کشیدند. منابع رسمی نیروی دریایی آمریکا گفتند که هیچ نشانی از برخورد بر روی بدنه این هلیکوپتر دیده نمی شود و احتمالاً این هلیکوپتر برای گریز از آتش نیروهای ایران سقوط کرده است. یک ماه پس از ناو موشک‌انداز وینسنز به منظور مراقبت برای بیرون رفتن ساموئل بی رابرت و افزایش توان نظامی آمریکا پس از درگیری‌های متناوب با ایران به منطقه احضار شد. تنش فوق‌العاده باعث شد تا خدمه وینسنز به سوی هواپیمای شماره 655 ایران ایر در پروازی تجاری عادی شلیک کنند که باعث کشته شدن 295 نفر از سرنشینان غیر نظامی و خدمه این هواپیما در 12 تیر انجامید. در 6 نوامبر 2003 دیوان بین المللی دادگستری دادخواست ایران برای دریافت خسارت تحت این عنوان که ایالات متحده پیمان دوستی دو کشور در سال 1955 را زیر پا گذاشته را رد کرد. این دادگاه همچنین دادخواست متقابل ایالات متحده مبنی بر خیانت ایران به پیمان فوق را رد کرد. از اینکه با ما همراه بودید از شما بسیار سپاسگزاریم. ما را سابسکرایب کنید، لایک کنید و دکمه زنگوله را بزنید تا از برنامه‌های جدید ما با خبر بشید. تا درودی دیگر بدرود.